اما بیایید یک کمی جدیتر فکر کنیم، نه به خاطر اینکه داعش پشت دروازه های ایرانه. من داعش رو خیلی جدی نمیگیرم. من بازی های سیاسی بسیاری دیدم، از این توطئه ها، از این برنامه ها بسیار دیدم. نگرانی من از اینه که انگلیسی ها به تهران برمیگردن. اولا انگلیسی ها همیشه ملت های افیونی را دوست میدارن. اصلا جنگ افیونی کار شهرک لندن بود، قرنها چینی ها رو زمین گیر کرد. حتی در این آمریکا هم بعد از دهه 60 اگر آقای آلدوس هکسلی نیومده بود و کتاب یا رساله در سوم رو ننوشته بود، هرگز در آمریکا هیپیگری آغاز نمیشد. و در آمریکا هیپیگری هم آغاز شد. موج بیتل ها آمد، جامعه دیگرگون شد. به گفته خودشون کانتر کالچر، ضد فرهنگ را افتاد. حالا من نگرانیم برای شماست. چرا؟ به خاطر اینکه یاران آقای جکست رو با زیرکی رو دست زدن با آمریکایی‌ها و همه اروپایی‌ها دارن از در عقبی وارد میشن. طرحی که آقای سر ریچارد دالتون داد، یک بسم الله خواهند گفت، همون گونه که آهنگ بسم الله رو به تهران فرستادن و به تهران باز خواهند گشت. فکر نکنید این بازی ساده است. نگاه کنید آمریکایی یا بلافاصله اسنادی رو کردن که ما فقط در کودتای 28 مرداد نقش نداشتیم. این انگلیسی های مکار هم نقش داشتن. چرا؟ چون دیدن رو دست میخورن و این رو دست رو شما خواهید خورد، چون از اون آقای کلید دار گرفته تا بقیه نوکرهای اینا هستن، ملیجک های سیاسی شهرک لندن هستن. اگر نه آقای جکسترو، لورد لمن چه نقشی دارن که دوان دوان خودشونو به تهران برسونن که راه حلی پیدا کنن که به اصطلاح ارتباط های فرهنگی و بازرگانی آغاز کنن. اگر انگلیسی ها به تهران آمدن و شما هنوز در کافه خیلون یا در کافه فوتبال سرگرم هستید، مجددا ناچارید یک قرن این حکومت، این رژیم رو کول کنید. این رو باور داشته باشید. هرگز آمریکایی‌ها پاشون به ایران نرسید، از زمان امیر کبیر نرسید، باسکروویل نرسید. هرگاه آمریکایی‌ها خواستن بیاین یک اتفاقی رخ داد. حتی زمانی که آقای منصور آمد یک گلوله شلیک شد از طرف همین مؤتلفه. با آقای هویدا آمد، چرا؟ اون دولت آمریکایی میخواست به ایران بیاره و اجازه ندادن که آمریکایی‌ها بیاین. پس بنابراین حالا دارند میآیند و شما هم که متاسفانه همتون سرگرم این نیست و تحمل رژیمی رو میکنید که حتی در خیابان دهان شما رو بو میکنن، با اسپرماتون کار دارن، دستشون رو بردن تو رحم زنان ایرانی. تا کنون چنین حکومت فاشیستی و استالینیستی در روی زمین نبوده و این نمونه بارزش است. دلخوری من از اینه که شماها هنوز خودتون رو فریب میدید، گول میزنید که این یکی حکومت اعتدال و توسعه است. آقای هاشمی اگر بیاید، آقای خاتمی بیاید، بهتر خواهد بود. نه، خودتون رو گول نزنید. اینها خواهند آمد و اگر این بار اسپرماتون رو میشمارن، دفعه دیگه تمام سلولهای بدن شما رو میشمارن. چون اینها مثل اون هیولاهایی میمونن که در فیلم های هالیوودی میآیند و روح شما رو، جسم شما رو میبلند. اگر باور ندارید منتظر بمونید، بهتره بریم بیاند نیوز و ببینیم در خاورمیانه چه میگذره. من سر و کله ابراهیم یزدی هرگاه پیدا میشه من نگران میشم. چرا؟ ابراهیم یزدی صدا و تصویر آقای خمینی بود. شماها یادتون نمیاد، اونهایی هم که در داخل کشور بودید شاهد نبودید، من شاهد بودم در خارج کشور با اندک شماری از ایرانی ها. هرگاه خمینی ظاهر میشد، آقای ابراهیم یزدی سایه او بود، وجدان او بود، تحریف و تحلیل کننده تمامی پیام ها و بیانات ایشان بودن. آقای یزدی وقتی آمد در واقع آمریکا
و گفتگو کرد با صدای رادیو ایران، در واقع تمامی جو خارج از کشور رو تغییر داد. بعد از مصاحبه آقای یزدی با آقای علیرضا میبودی، رادیو صدای ایران سقوط کرد. رادیو صدای ایران هم تبدیل شد به صدای اصلاح طلبان. این واقعیت بنده شاهدش بودم و در اونجا بودم سالها. دیگه بعد از اون هرگز رادیو صدای ایران موفق نشد، رنگ باخت. حالا آقای یزدی آمده است و دوباره پیام آورده. چرا؟ ایشون لابی تمامی لابیگرهاست، اون سرلابی تمام این گروه های داخل و خارجه. آمده و در واقع پیام میده در یک سایتی به نام آرمان که اگر یک مقدار مدارا کنید، آمریکا و ایران، نه ایران، جمهوری اسلامی میتوانند یک محیط سبزی پیدا کنند در عراق و با هم وارد مذاکره بشن. یعنی در واقع ایشان همان خطی را طی میکنه که لابی آمریکایی آقای تاریتا پارسی میکنه. درسته آقای ولی نصرم آمده و اظهار نظر کرده، مقاله نوشته که اگر میخواهید مالکی را هم عوض کنید مراقب باشید، چون ایرانی ها دلخور خواهند شد. و آقای کریم سجادی پور هم آمده گفته اگر مالکی رو هم تغییر میدید یک نفری بگذارید که ارتباط با ایران داشته باشه. پس بنابراین میبینید چه حجمه از این آقایون لابیستا در صحنه حضور داره و سعی میکنن با قربانی کردن ملت عراق، که همیشه ملت ایران رو که قربانی کردن، حالا نوبت ملت عراقه، یک خط ارتباطی پیدا کنن بین تهران و واشنگتن. اما اظهارات آقای جان کری و مخصوصا مقاله‌ای که اخیراً در واشنگتن پست نوشت یک مقدار به تعمق نیاز داره. چرا آقای جان کری ناگهان تغییر لحن داد؟ گفت اگر ایرانی‌ها می‌خواهند وارد این مذاکرات بشن و ما به یک نتیجه ممکن برسیم که ممکن هست، در واقع دیگه وقت نمونده. توپ رو انداخت تو زمین تهران. چرا؟ به خاطر اینکه یک نوع شتاب زدگی دیپلماتیک به وجود بیاره. اولین بار آمریکایی‌ها دریافتن که نتانیاهو در واقع یاوه نمیگفت، میگفت اینها شما را سر کار گذاشتن و دارن وقت میخرن. حالا ناگهان آمریکایی‌ها دریافتن، مثل اینکه مدت مدیدی است که ما داریم مذاکره میکنیم، حتی آقای ویلیام برنز هم وارد صحنه کردیم، ولی اینا دارن یک بازی دیگری رو انجام میدن، یک حرکت دیگری رو. چرا؟ به خاطر اینکه اینا خیالشون راحته. یک، کاترین اشتوم که سرپرستی هیئت اروپایی رو داره از به اصطلاح طفلای شیرینه آقای جکسترو بوده، بنابراین اینا مشکلی ندارن، بنابراین دارن وقت تلف میکنن، دارن وقت میخرن به امید اینکه یک روسیه نیرومندی با آقای لاواروف و پوتین رو پشت سرشون دارن. حتی شما نگاه کنید این رو دقیقا یک مقدار بهش تعمق داشته باشید. نوری ملکی زمانی که گاف کرد، حرف جمهوری اسلامی رو شنید، از پوتین کمک‌های نظامی خواست، آمریکایی‌ها عذرش رو خواستن. نگاه کنید این رژیم حتی داره عراق و حالا سوریه را هم قربانی خواهد کرد، خواهید دید. اما مذاکرات به کجا خواهد رسید؟ آقای جان کری چه خواهد کرد؟ آقای ظریف مسلماً باند آمریکایی هیئت مذاکره کننده رو اداره میکنه. هرچه آقای ظریف میگه به خواسته واشنگتن هست تا حدودی، چرا درسش خوب خونده در واشنگتن و میدونه چه اظهار نظرهایی بکنه. اما یک نکته دیگر وجود داره در اینجا. اتفاقا من دیدم درست در لحظه ای که همه منتظرن که ببینن چه بر سر ایران خواهد آمد، دیدیم که آقای کری داره یک مقدار متمایل میشه به عقب، یک مقدار عقب نشینی کرده. چرا؟ به خاطر اینکه بسیار شتاب زده و هیجان زده اومد در بازی و فکر کرد میتونه با مذاکره با تهران یک اعتبار سیاسی برای خودش بخره. و دوما توجه داشته باشید، من در رادیو
در رادیو هم که بودم در زمزمه های شبانه بارها گفتم، یک توافقی شده بود گروهی در تهران سر کار بیان که بتونن با واشنگتن به مذاکره بنشینن. آمد این گروه، الان هم حضور داره. گوش کنید، اولا ببینیم آقای کری چه مسائلی رو داره که بعضیا معتقدن ممکنه با ناکامی توأم بشه در وین 6. خبرنگاران اینجا در وین در پایان دور قبلی مذاکرات ماه گذشته، مذاکراتی که بدون پیشرفت در باره مسائل کلیدی مورد اختلاف پایان یافت. حالا در آستانه دور بعدی که قرار است فردا آغاز شود، وزیر خارجه آمریکا در مقاله‌ای در روزنامه واشنگتن پست نوشته است که ایران باید انتخاب کند، وقت زیادی ندارد. آقای کری در این مقاله نوشته که اگر ایران انتخاب کند میتواند شاهد پیامدهای مثبتی برای مردم ایران و اقتصاد کشور باشد. او می نویسد ایران می تواند توانمندی های علمی قابل ملاحظه‌اش را برای همکاری های بین المللی در زمینه مصارف غیر نظامی انرژی اتمی استفاده کند. تجارت و رونق اقتصادی از سر گرفته می شود. سرمایه گذاری هایی که به شدت به آن نیاز هست، کار، شغل، کالا و خدمات در دسترس خواهد بود. او می نویسد ایران می تواند دسترسی به نظام مالی دنیا داشته باشد و ایران میتواند دارای اقتصادی باشد که به اندازه قابل ملاحظه‌ای و به طور مستمر رشد کند. سطح زندگی مردم بالا میرود. وزیر خارجه آمریکا اما در این مقاله میگوید اگر ایران، تعبیر من از این مقاله نوع دیگری است. چرا؟ چند روز پیش در تهران در نشریه مثلث مصاحبه‌ای شد با عراقچی، مرد دوم هیئت مذاکرات کننده ایران که در بسیاری از سایت‌ها پیدا شد. آقای عراقچی که از آغاز مثل آقای ظریف ظریف کاری نداشته، خنده‌های ابلهانه انجام نداده، بلکه به طور جدی به این تخصصش در واقع پی برده و کار کرده. آقای عراقچی گفته بود انگلیس کیست که استقلال ما را به رسمیت بشناسد یا نشناسد. اولا این نقل قولی است از آقای مدرس در زمانهای دورانی که به اصطلاح ایران در بحران بود و انگلیس ارباب ایران بود. آقای عراقچی یک نگاه در واقع تلخی داره به این مذاکرات. اگرم به یاد داشته باشید یک بارم در یک کنفرانسی که شرکت کرده بود به طور خصوصی صداش رو درز دادن، اظهاراتش رو درز دادن که گفته بود آقای روحانی حالیش نیست، یه نوع دیگری به رهبر در واقع گوشزد میکنه. آقای عراقچی ظاهرا تمایلی نداره. چرا؟ جز این تیم نبوده. شما اگر به تیم قبلی نگاه کنید، روحانی بود، ظریف بود، موسویان بود، سیروس ناصری بود، خرازی بود، سرانجام خاتمی بود. آقای یوشکا فیشر از آلمان بود، جکسترو گرداننده بازی بود و آقای فرانسوا نیکراند از فرانسه بود. خب اگر نگاه کنید در اینجا از آقای عراقچی خبری نیست. یک لحظه گوش کنید. The Europeans replied that Iran had violated its treaty obligations and should suspend its enrichment program. Iran had smuggled centrifuges to enrich uranium and then hid them from international inspectors. We are talking about a lack of trust, and you are responsible for that. Rouhani said that they would agree to not putting radioactive material into the centrifuges, which would mean that Iran was not enriching, and so that would mean suspension of enrichment. Pour nous, c'était une définition beaucoup trop étroite des activités liées à l'enrichissement, puisque c'est tout ça ce que nous cherchions à suspendre. Et on a vu tout de suite qu'il y avait là un problème. The problem with Iran's definition of suspension was that it would allow them to build more centrifuges and master the skills needed to run them. We didn't want to allow a situation where all this equipment was kind of primed ready to go, but all they agreed to do was not to press the button.
So that was the argument, and it was a really big argument. اولا در این سال 2003 هست، یادتونه مائده گلستان شد، صدای خیلی ها در اومد. اولا از ترس بوش و چینی اینا وارد مذاکره شدن، اینا اصلا تردیدی نداشته باشید. به خاطر حمله آمریکا به عراق و افغانستان اینها کوتاه آمدن. حتی در این فیلم که یک داکومنتریز بارها اشاره میکنن که